سلام دوستان روز بخیر به کانال با هم بدوزیم خوش اومدید امروز میخوام روش تمیزکاری و روغنکاری چرخ خیاطی رو بهتون آموزش بدم اولین کاری که باید برای تمیزکاری انجام بدین اینه که حتما چرختون رو خاموش کنید و دستگاه رو از برق بکشید بعد از خاموش کردن چرختون باید سوزن رو با توپی کنار چرخ به بالاترین نقطه ممکن ببرید یعنی سوزنتون رو تا حد امکان بکشید بالا حالا باید پایه و سوزن رو جدا کنید این صفحه روی چرخ بهش میگن صفحه سوزن که دو تا پیچ در دو طرفش هست با این پیچ گوشتی که مخصوص چرخ خیاطیتون هست این پیچ ها رو باز کنید. حالا در به محفظه ماسوره رو هم بردارید ماسوره هم خارج کنید و بعد این صفحه سوزن رو به آرامی بردارید. ماکو یا همین محفظه که ماسورم توش قرار گرفتن هم بردارید و حالا باید تمامی این قسمت ها رو با این برسی که مخصوص چرختون هست پاک کنید. توی این محفظه ممکنه گرد و خاک، تکه های کوچیک نخ، پرزهای پارچه و هر چیز دیگه گیر کرده باشه. بنابراین به آرومی بدون اینکه آسیبی به دستگاهتون وارد بشه محفظه ماسوره قسمت کار پیش بر و تمام این قسمت ها رو تمیز کنید قسمت پشت این صفحه رو هم تمیز کنید اگر گرد و غبار و های پارچه توش گیر کرده کاملا تمیز بشه حالا نوبت ماکوه هم قسمت بیرونی و پشت ماکو و هم قسمت داخلیش اونجایی که ماسوره درش قرار میگیره رو کاملا تمیز کنید که این کار میتونید با همین برس یا با یه تک پارچه تمیز انجام بدید حالا نوبت روغنکاری چرختونه ببینید من تو این قسمت ماکو یعنی جایی که ماسورم درش قرار میگیره فقط و فقط یه قطر روغن تو مرکزش میریزم این هم ماکوی چرخ منه که این قسمت داخلیش که این شیار رو داره باز روش یه قطر روغن میریزم و بعد با دست یا با چرخش ماکو سعی میکنم که این رو طوری حرکت بدم که روغن در تمام این هلال پخش بشه. و حالا به همون ترتیبی که قسمت ها رو برداشته بودم دوباره برشون میگردونم سر جای اصلی. دقت کنید که ماکو رو درست را بزنید. حالا صفحه سوزن رو بذارید. پیچ ها رو محکم کنید و بعد سوزن و پایه رو هم به ترتیب وصل کنید. سرویس منظمی که تو خونه انجام میدین که شامل تمیزکاری و روغن کاری هست کمک میکنه عمر دستگاهتون بیشتر بشه دوخت براتون راحت تر بشه و مشکلات چرخ خیاطیتون به حداقل برسه یه نکته هم که برای افزایش طول عمر چرختون باید بدونین اینه که چرخ رو به هیچ و تو فضایی که رطوبتش خیلی بالاست یا جای نزدیک رادیاتور یا در معرض نور مستقیم خورشید قرار ندید امیدوارم از دیدن این آموزش لذت برده باشین اگه سوال یا نظری دارین لطفا تو کامنت ها برام بنویسید ممنون که ویدیو رو لایک کنید و کانال با هم به دوزیم و سابسکرایب میکنید ممنون از همراهیتون